بینندگان عزیز سلام، امروز شنبه هشتم ماه سنبله سال 1393 خورشیدی که برابر می شود با سوم ماه آگست سال 2014 میلادی. با مجموعی از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت خوش آمدید. در نخست سرخط چند خبر: کشته شدن یک فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر غزنی، راهپیمایی دانشجویان دانشگاه کابل و هشدار به بستن دروازه تحصیلات عالی از سوی این دانشجویان، کشته شدن 10 کارگر ساختمانی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت فرا، و حمله شورشیان اسلامگرای سوری به صلحبانان سازمان ملل متحد در جولان. توریال افغانستان با مشروع خبرهای این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. یک فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر غزنی کشته شد. گفته می شود که این فرد شام روز گذشته از منزلش بیرون کشیده شده و جسدش ساعت 10 شب گذشته از داخل شهر غزنی پیدا شده است. جزئیات بیشتر این خبر از همکارم روح الله روحان. با گفته شاهدان عینی، این فرد ملکی نقیب الله نام داشت و در داخل شهر غزنی دست فروشی می کرد. این فرد حوالی ساعت 7 شام روز جمعه از منزلش واقع در قلعه آینگران مرکز غزنی بیرون کشیده شد و ناپدید گردید و جسدش حوالی ساعت 10 شب از ساحه سایدواب واقع حیدرآباد شهر غزنی پیدا شده است. ما خواستیم پاسخ مسئولان امنیتی را در این مورد داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم. حوالی ساعت 6 عصر امروز یک حلقه‌مان در مربوطات حوزه سوم امنیتی پلیس در داخل شهر غزنی سوی نیروهای امنیتی افغان کشف و خونسا گردید. گفته می شود که یک مخالف مسلح دولت قصد انتقال این ماین را بر داخل شهر غزنی داشت که سوی نیروهای امنیتی افغان شناسایی و این مخالف مسلح دولت توانسته است موفق به فرار شود، اما ماین در ساحه باقی مانده و توسط نیروهای مشترک امنیتی افغان کشف شد و دوباره خونسا گردید. برای جزئیات بیشتر این خبر ما با عامر حوزه سوم امنیتی پلیس در تماس شدیم و وضعیت را از وی پرسیدیم. در پاسخ وی گفت: بله. یک کسی که می خواست یک تروریست ما را داخل شهر بکنه از طرف کارمنده ریاست امنیت ملی تحت ارتش قرار می گیره و فرار می کنم، من در جای خود می مانم و ما هم در می ساستیم. این فرد انتحاری بوده یا ماین فقط مخواست انتقال بده؟ نه، ماین انتحاری نبوده، ماین بوده. دقیقا در کدام ساحه از جناب عامر صاحب؟ در خدایداد آدمی رای که از پیرزاده برآمده در این جلسه. محصلین دانشگاه کابل هشدار به بستن دروازه تحصیلات عالی دادند. شماره از محصلان پانتون کابل به خاطر تبدیلی و محروم شدن یک سال از تحصیل برخ از محصلین مظاهره نموده و هشدار به بستن دروازه تحصیلات عالی را دادند. مظاهره صبح امروز از ساحه چهارراه دهبره آغاز گردیده و آنها با سردادن شعارهای ما حق خود را میخواهیم، فیصله غایبانه مخالف قانون است، ما آن را نمیپذیریم، به سوی وزارت تحصیلات عالی راهپیمایی کرده و در مقابل وزارت تجمع کردند. آنها میگویند که 26 محصل به شمول 6 دختر بدون موجب در نزاع لیلیه پوهنتون کابل داخل دانسته شده و مجازات تحصیلی گردیده اند. این محصلین زمان از پوهنتون کابل به سایر ولایت تبدیل و یک تعداد دیگرشان از یک سال درس محروم شدند که در ماه مبارک رمضان امسال میان محصلان در لیلیه پوهنتون نزاع به وجود آمد که سبب زخمی شدن شماره از محصلان گردید. پس از آن وزارت تحصیلات عالی به تاریخ 15 سرطان با در نظر داشت گرمای تابستان و ماه مبارک رمضان دروس و امتحانات تمام محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در مرکز ولایت را تا 11 اسد تعطیل کرد. افراد مسلح 10 کارگر ساختمانی را در فراه کشتند. در حمله افراد مسلح ناشناس 10 کارگر ساختمانی در اولسپلی پشتکوه ولایت فراه کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته عبدالرحیم حیدری، اولسپلی پشتون
پشتگاه این ولایت تعداد کارگران زمان هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته که می‌خواستند به سوی بندر شیخ ابو نصر فراهی که هر بامداد محل تجمع کارگران می‌باشد بروند. بندر شیخ ابو نصر فراهی در نزدیکی ساحه مرزی با مرز ایران موقعیت دارد. حیدری افزود که این حادثه حوالی ساعت 7 صبح روز شنبه در منطقه پل پشته این ولسوالی به وقوع پیوست. منبع علاوه کرد که کارگران باشنده های قریه ربات این ولسوالی بودند و هر صبح سوار بر موترسایکل ها برای پیدا کردن کار به بندر شیخ ابو نصر فراهی می رفتند که صبح امروز هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. وی گفت که مجروحین حادثه غرض تداعی به شفاخانه ولایت فراه انتقال شده، اما از وضعیت صحی آنها معلومات ندارد. نتایج انتخابات به زودی اعلام می شود. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند که به زودی تای چند روز آینده نتایج انتخابات دور دوم افغانستان اعلام خواهد شد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، در یک نشست خبری گفته است که اعلام نتایج دیگر هفته و ماه به طول نخواهد انجامید و نتیجه به زودی اعلام خواهد شد. صدیق حقجو گزارش می دهد. نور که انتخابات را پایان یافته می داند می گوید که این روند بدون حضور ناظران ستادهای انتخاباتی و در حضور 248 ناظر ملی و 211 ناظر بین المللی به پیش می رود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات خاطر نشان ساخت که 68 بر 80 درصد تمام آرای انتخابات دور دوم تا کنون بازشماری شده است. این در حال است که ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله چند روز پیش روند بازرسی و ابطال آرا را به دلیل آنچه از سوی آنان موجودیت تخطی و رسیدگی نشدن به خواستهایشان خوانده می شود تحریم کرده و انتخابات را ترک کردند. اما پس از آن ملل متحد از ناظران تیم تحول و تداوم نیز خواست تا پروسه را ترک گویند تا روند بدون حضور نمایندگان هر دو ستاد به پیش برود. از سوی هم اشرف غنی احمدزی تاکید می کند که نتایج انتخابات دور دوم باید به زودی از سوی کمیسیون اعلام گردد. کمیسیون انتخابات افغانستان در حال از اعلام نتایج در فرصت زود خبر می دهد که دیده می شود اختلاف ها با گذشت هر روز در حال افزایش است. از اینکه بیننده سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاس گذارم و شما دعوت می کنم که بیننده برنامه های بعدی ما نیز باشید. وقتتان خوش. الله نگهدار.